با پنی پیتزای کالین دوستان میخوایم یک پیتزای کالزونه خوشمزه درست کنیم. اینقدر برسین چه پنیر استفاده میکنی کش میاد اینه پنیرش. برای درست کردن یک پیتزای خوشمزه اول به یک خمیر خوب احتیاج داریم. ما خمیر داریم، شکر داریم و آب ولرم با هم دیگه ترکیب میکنیم. مخمره رو از کجا ترکیب کنیم استاد؟ سوپرمارکت ها دارم. بعد دو نوع مخمره ما داریم، یه مخمرهای مثل این دونه درشتن که حتما احتیاج دارن که عمل بیان با آب گرم و شکر، و یه سری مخمرها هستن که پودر هستن، اونا فوری هستن، میتونیم با همه مواد در لحظه ترکیب کنیم و کارشو انجام میده. پنیرها برای کافه و رستوران ها و فست فود دوستان، ولی خب مصارف خونگی هم داره. همونطوری که میدید برای خانمهای خونه دار و علاقمندان به آشپزی پیشنهاد میشه، تنوعشون خیلی خوبه. خب ما ده دقیقه گذشت، هممون تقریبا عمل اومده. ما سه پیمانه آرد داریم، میریزیم داخل ظرف. سه قاشق شیر خشک داریم، اونم اضافه میکنیم. اندازه یک قاشق چایخوری هم نمک داریم، اونم اضافه میکنیم. روغن زیتون استفاده میکنیم، دو قاشق. خمیرمون هم اضافه میکنم. خمیرمون رو باید تا جایی برز بدیم که به این صورت صاف و یک دست بشه. اون رو جمعش میکنیم به این صورت داخل یه ظرفی که آرد پاشی کردیم قرار میدیم. یک ساعت و نیم روش رو میپوشونیم با یه نایلون تا حجمش دو برابر بشه. بله، تنوع هم بچه همونطوری که میبینید خیلی بالاست. تعداد خیلی بالای رسیپی هست که شما میتونید با این تنوع پنیر رو درست کنید. ما پیتزا رو درست کردیم، انتخاب کردیم شما هرچی دوست دارین درست کنید، تنوع عادیه. بریم سراغ سس پیتزا. بفرمایید دوستان. مرسی. ما قراره که سس مارینا رو درست کنیم. قرمزه؟ بله. مقدار کره استفاده میکنیم به خاطر اینکه قطر و بوش رو سسمون خیلی بهتر میکنه. خب ما کره داریم، یک مقدار هم باید روغن استفاده کنیم. دوست بهتره که حتما کره رو استفاده کنیم. یک همچه کره داریم، نگینی، اون رو اضافه میکنیم. سیر هم اضافه میکنیم. کرهش بچه ها افتاده هم خیلی خوبی داره، همونطوری که میرید با حرارت هم نسوختش. یه مقدار فلفل سیاه، یه مقدار فلفل قرمز. من یکم پاپریکا میزنم. اینجا یه مقدار آبیشم پودر شده، اگه تازهش بود میتونیم تازهش هم استفاده کنیم. یکم نمک، ربع گوجه فرنگی، گوجه فرنگی هم 100 عدد داریم رنده شده. سسش خیلی زیاد شد چون این الان باید خوب لنده هم بخوره. بله، ریحون همون هم ساتوری کردیم، خوردشون میکنیم، به سس اضافه میکنیم. تمام عطر و طعم سس مارینارا به سبزیجاتی هستش که داخلش استفاده میشه. اندازه دو سه قاشق هم ما سرکه اضافه میکنیم، سرکه سفیده. سسمون همونطور که میبینید من با بلندر زدم و دوباره 10 دقیقه گذاشتم روی حرارت که آب اضافه تبخیر بشه. به این شکل هم دقیقا شکل سوسی هستش که ما قراره روی پیتزامون استفاده کنیم. استاد اینه با ساندویچ نمیشه خوب؟ چرا میشه؟ سس پخته سرم کامل دیگه. بله. حتی باهاش میتونیم پاستا درست بکنیم. لازانیا. لازانیا هم بچه با پنیر پیتزا خیلی خوب میشه. همونطور که میبینید حجم خمیرمون دو برابر شده، خوب کرده. همونی یک سرکانی میمونده. یکم آرد پاشی کردیم سطح رو، دو قسمتش میکنیم. دو تا پیتزا بزنیم؟ دو تا بزنیم. چون قراره که پیتزا کارزانه درست کنیم، ما نصفی از خمیر رو مواد می‌ریزیم. اول سسمون رو
بعد از سوجوک من استفاده میکنم. تونده دوست داریم؟ یکم خیلی به اون صورت توند نیست که نشه تحمل کرد. من از ژامبون هم استفاده میکنم. پنیراشون دوستان سایز مختلفی داره، این طلایی ها قرمز ها برای پنیری پیتزاست، پروسس موزارلا و چدار. دوستان چدار طبیعی بفرمایید دوستان. این خود چدار طبیعی توی عطر و طعم تأثیر خیلی خوبی داره. مطمئنن که کشم خیلی میاد دیگه. احتمال خیلی جا باید کشیده. بعد اون طرف رو برمیگردونی و لبه های خمیرمون رو سعی میکنیم. این فن نشینه مدل. نکته مثبتش اینه که دوستان تو پنیرهای دو رنگشون عدم استفاده از رنگ‌های مصنوعی رو دارن، از رنگ‌های مصنوعی استفاده نشده. یه مقدار روغن روی خمیرمون می‌زنیم. برای چی استادیم؟ به خاطر اینکه هم برشته بشه. برشته میشه هم خوش رنگ‌تر میشه. کنجد چی؟ کنجد هم میتونیم بپوشیم، حتی یه مقدار پنیر هم میتونیم روش داشته باشیم. برش هم روش میزنم که مواد داخلش خواهیم. پیتزامون رو با سبزیجات سر کردیم باشه، زیتون و فلفل دلمه‌ای و پیاز و سوجوک یکم گذاشتیم. پنیر سوجوک چجوری سبزیجات دوست دارد؟ از این پنیر هم میشه دیخ؟ اینو خیلی خوشگله. چند تا از اون میذاریم؟ این پنیر موزارلای توپیه، فکر کنم خیلی خوشمزه است. اینم از اینا چند تا داره میذاریم؟ این فکر کنم اون تا باعث کش اومدن بشه نه؟ ممکنه بیشتر کش بیاد، ولی مطمئنم اون یکم کش بیاد. حالا اینم اضافه میکنیم که دوبل بشه کش اومدنش. فکر کنم برم تا نیم ساعت دیگه. ساعت کجا آماده شد؟ بله دیگه 20 دقیقه حاضر شد. استاد چه عطر و طعمی داره. یه برش بزنیم. این همون استاد کدوم گوشت چیز با همون ژامبون داشته. این هم از این تنوع پنیراشون دوستان زیاده دیگه. این رو اگه نگاه کنید موزارلا پیچ دارن، همونطوری که میبینید داخل ساندویج سرد و گرم و غذای مختلف میشه استفاده کردش. این موزارلا گیس بافته. اینا خیلی خوبن. پنیر دیپ چداره برای کافرستوانا، ظرفش بزرگ، ظرف کوچیک هم دارن. شما منزل میتونید سوخایی درست کنید، سیب زمینی سرخیه درست کنید. هم گودو دارن هم دیپ چدار دارن تو سایز کوچیک. چدار قالبی دارن، گورگونزولا. تنوعشون خیلی بالاست. حالا پیجشون رو نگاه کنید، پنیر پارمسان دارن. این مدادی هم استاد من اون سری گرفتم، خیلی خوشمزه. اینا رو سوخاری کنید سوخاری کنن آره جالب میشه.